چند هفته پیشتر از این و در برنامه ویژه‌ای که با مفهوم مبنا و مشروعیت حکومت در نگاه عالمان دینی اسلامی در ایران داشتیم که حکومت از آن کیست، مردم یا نمایندگان خدا، مهدی جلالی تهرانی مهمان من بود، فردی که در حوزه امنیت بین الملل فعالیت آکادمیک داشته و البته به دلیل نزدیکی به خانواده های مذهبی در ایران و تربیت لازم برای بازشناسی رفتار حاکمیتی که بر مبنای فقه اسلامی برآمده از حوزه های تشیع آموزش فقه مورد نیاز برای تشیع آگاهی داره، توانست ابعاد تازه تری از گفتمان لازم برای بازیابی ریشه های حکومت در اسلام از نگاه حاکمان امروز ایران رو به ما روایت کنه، روایتی که نه فقط در اندازه 40 ساله 14 دهه اندکی کمتر از 40 ساله رهبران جمهوری اسلامی که بسابه بسیار بیشتر بازشناسی نوع و روایت معاصر از پیش از وقوع انقلاب و زمینه های آغاز اون از قبل مشروطه به این سمت و البته کمی عقبتر در عرصه های گوناگون تاریخی خصوصا در صدر اسلام هم بود. بیان یک جمله از جانب من و توضیحات مهدی جلالی تهرانی مبنی بر نحوه زمامداری معاویه ابن ابو سفیان، یکی از رهبران قریش و از نخستین وارثان قدرت بعد از مرگ محمد ابن مصطفی پیامبر مورد احترام مسلمانان و گذر چند سال قریب به کمتر از 30 سال از دوره زمامداری و ولایت او و گسترش اسلام در دوره حکمرانی این فرد یعنی معاویه ابن ابو سفیان باعث شد تا بحث ها و جدل های گوناگون در بگیره. شخصا و به نوبه خودم چه از طریق رسانه‌های مجازی و چه از طریق ایمیل‌هایی که مستقیماً برای این جانب و البته برای رسانه افق و تلویزیون اندیشه ارسال کردید، همچنین تلفن‌هایی که از شما دوستان خصوصاً هموطنان عزیزمون که در خارج از کشور در ایالات متحده آمریکا ساکن بودند و این برنامه رو دیده بودند، با موجی از انتقادات و البته صحبت‌های متنوع و سوالات گوناگون در مورد این حرف‌ها که بر اونها رو نوعی انقلاب در بازخوانی تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام عنوان کرده بودم روبرو شدیم. به همین دلیل جا داشت تا بار دیگر این بحث رو بشکافیم و سوالاتی که شما پرسیده بودید و شاید من به نوبه خودم نمیتوانستم به دلیل عدم تسلط بر بحث اونها رو به صورت مدون و مدلل پاسخ بگویم رو در همین برنامه از مهدی جلالی تهرانی بپرسم، کسی که با آغاز این بحث و شخصیت دهی به هویت معاویه ابن ابو سفیان فصل تازه و یا روایتی متفاوت تر در باره فتح ایران به وسیله عرب و رفتار حاکمان عرب با پهنه های تحت حکومت خودشون از جمله ایران رو در مقایسه با کشورهایی که در سرزمین های باختری فتح کرده بودند مثل شمال آفریقا، مانند شام و البته مانند کشورهایی که تحت حکومت بیزانسی ها یا روم شرقی بودند رو بیشتر و بهتر بررسی کنید. من و مهدی جلالی تهرانی رو در این برنامه همراهی کنید تا به فلات ایران سر بزنیم و از تاریخ تمدن در این فلات و خصوصا دوستی یا دشمنی اعراب و ایرانیان بیشتر و بهتر بدانیم. لازم به یادآوری است که نکات مطرح شده در این برنامه زمینه فکری بهینه‌تر برای بازشناسی اتفاقات در گذشته و امروز رو به ما میده و به هیچ عنوان معنا و مفهوم این حرفا دفاع از اعراب، حمله به اعراب یا بحث‌های قومیتی و سیاسی در چارچوب رفتارهایی که امروزه جمهوری اسلامی بر مبنای اونها با برخی از کشورهای همسایه‌مون به دشمنی برمی‌خیزه یا با اونها بر حکومت به مردم کشورمون با جور استبداد دینی بیش از پیش پای میفشاره نیست. ما هدفمون باز کردن فکر نقادانه و نگاه‌های متفاوت به عرصه‌های گفتمان است. خواهم گوشید سوالاتی رو که شما مطرح کردید با مهدی جلالی تهرانی در این برنامه مطرح کنم. من و مهمان گرانقدرم رو همراهی بفرمایید. آقای جلالی تهرانی در سان فرانسیسکو، سلام و عرض احترام من رو بپذیرید. خوشحالم که بار دیگه با شما در این برنامه همراهم.
من هم خدمت شما سلام میکنم، خوشحال هستم و همچنین عرض ادب دارم خدمت مخاطبان برنامه زمان انتخاب. امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشه. خب من فکر نمیکردم که برنامه قبلیمون و پرداختن البته بخشی از اون برنامه، فرازی از اون برنامه، چون اون برنامه ابعاد گسترده‌ای داشت، اما اون بخشی که شما به تاریخ صدر اسلام، ماهیت دمشق در اون ایام و شخصیت معاویه ابن ابو سفیان اشاره کردید تا به این اندازه جنجالی باشه و اینقدر حرفا و حدیثهایی رو به همراه بیاره. شاید اون تأکیدی که من روی اون با عنوان انقلابی، روایت انقلابی از تاریخ صدر اسلام گذاشتم باعث این شد. اما چرا اینقدر این بخش با مخالفت یا با سوال مواجه بوده؟ آیا دلیل خاصی داره؟ بله، خب به خاطر اینکه حرف جدیده. هر وقت شما یک حرف جدید رو طرح میکنید طبیعتاً باید واکنش زیاد باشه. یه جمله‌ای رو من همیشه به خصوص در سیاست ازش استفاده می‌کنم، جمله زیگموند فروید، میگه که اگر فردی که از مطب شما رفت در رو کوبید، شما بدونید که کاری کردید. یعنی در واقع باید یک آدم ها، خود ما بتونیم به یک سری چیزهای بازاندیشی بکنیم، ذهنیت‌های قبلمون رو کنار بگذاریم، چیزایی واسه خودمون خوندیم، این بر اون بر شنیدیم، تو تلویزیون شنیدیم، از افراد دیگه نشستن برای ما تاریخ اسلام گفتن، این چیزا بوده، کتاب دو قرن سکوت آقای زرنکوب و الان این مفاتیح شده واقعا، یعنی همه تو خونه هاشون دارن اینو خوندیم، اصلا نمیدونیم چقدر درسته. خود آقای زرنکوب یه بخشش رو رد میکنه، بعد در قبل از انقلاب، یعنی توی نسخه دومش، چاپ دومش حتی رد میکنه، بنابراین اصلا به فشار انقلاب هم ربط نداشته. ببینید، من اول یک قسمت رو توضیح بدم که من از چه منظر نگاه میکنم. من از منظر تخصصی نگاه میکنم که همون به دانش امنیت بین الملل ربط پیدا میکنه و این منظر بدون تردید برای همه بینندگان ما منظر جدیدی است. هیچ وقت تاریخ اسلام از این دید ندیدن. ما هیچ وقت تاریخ اسلام اصلا به طور کلی از دید علوم سیاسی نگاه نکردیم. الان من چون به هر حال کار تحقیقی انجام میدم، میدونم که ما چقدر در این زمینه ضعف داریم و تاریخ اسلام رو، یا کسانی بودن که فقها و اینا بودن که برای ما تاریخ اسلام رو گفتن، یه پدیده تاریخی اتفاق افتاده، یا کسانی بودن که با بعدن اومدن با اسلام دشمن بودن و اصلا به طور کلی میخواستن رد بکنن، به خصوص در این حدود 70-80 سال اخیر، و بنابراین رابطه درست با تاریخ اسلام برقرار کردن، رابطه درست که شخص محمد رو، پیامبر اسلام رو، به عنوان یک انسان ببینیش، مثلا با دیاکو مقایسش کنی. مثلا میگن که چرا محمد مثلا آدم کشت، خب چرا در مورد دیاکو اینو نمیگن که مثلا آدم کشت، چرا در مورد تزار روم نمیگن که آدم کشت؟ کسی که تعجب بکنه، انتظار داشته باشه که مثلا محمد آدم نکشه، با اینکه ممکنه بگه من مذهبی نیستم، مسلمون نیستم، مثلا قبول ندارم، ولی ناخودآگاه هنوز کماکان در ذهنش او رو داره پیامبرگونه تصور میکنه و بنابراین از اینکه او آدم کشته، مثلا زنای متعدد داشته، اینها رو به عنوان اعتراض بیان میکنه. اما اگر او رو به عنوان یک استیتمن، به عنوان یک تاریخ گذار، به عنوان یک تمدنساز، به عنوان یک کسی که در تاریخ یه حرکتی ایجاد کرده نگاهش بکنیم، همه طرفش رو میبینیم، کارهایی که ارزشمند بوده رو میبینیم، کارهایی که ارزشمند نبوده البته به قضاوت امروز ما رو اونها رو مقایسه میخواییم. خب آقای جلالی، همینجا یه دقیقه وایسیم. یعنی شما در بطن امر میگید که این تقدس زایی که پیرامون شخصیت های مذهبی در اسلام وجود داره یه حاله غلط ایجاد کرده که ما اونها رو بررسی میکنیم. یعنی وقتی خسرو پرویز پادشاه ایران نامه محمد ابن مصطفی رو پاره میکنه، نامه یک دولت مرد غریبه ای رو که به او یک نامه داده پاره میکنه، نه نامه یک پیامبر خدا رو. شما از این زاویه دارید به ماجرا نگاه میکنید، درست عرض میکنم؟ دقیقاً همینطوره. بعد و یک مسئله دیگه رو هم اینجا بگم که توی منظر امنیت بین الملل، ببینید ما هم در رشته امنیت بین الملل و دیپلماسی، مثلا حالا مدرسه ما که در کلمبیا قدیمی ترین مدرسه در این زمینه در جهان هستش و احتمالا بهترین مدرسه، قبلا وقتی شما دیپلماسی و امنیت بین الملل میخوندید، مثلا میلیتاری استراتژی میخوندید، استراتژی های نظامی میخوندید، مسائل دیپلماتیک رو میخوندید، اینتلیجنس میخوندید،
اطلاعات میخوندید یا چیزهای دیگه در مورد سیاست‌های اینترستیت، رابطه بین دولت‌ها میخوندید. اینها طبیعتاً وقتی دنیا عوض شد، خب این علوم هم عوض شد، به خصوص پایونیرها، یعنی اونهایی که در این علوم جلوی بشر ایستادن، که مثلا دانشگاه کلمبیا، هاروارد، اینا خب واقعا جلوترین هستن. اینها هم جاهایی عوض کردن. مثلا ما در گذشته در رشته امنیت بین الملل دیپلماسی چیزی با نام نچرال دیزاستر نداشتیم، یا بلای طبیعی. ما چیزی به نام مدیریت بحران نداشتیم. ما چیزی به عنوان اپیدمیک یا بیماری های فراگیر مثلا آنفولانزای مرغی و اینها نداشتیم. اینها وارد رشته امنیت بین الملل شده، چون آسیبی که به بشر داره میزنه و امنیت جهانی رو مختل میکنه خیلی بیشتر از جنگ ها و خشون کشی ها و دعواهای دیگه است. یا مسئله سایبر اتک، مثلا جنگ های سایبر، اینها اضافه شده. از جمله چیزهایی هم که اضافه شده به این مسئله، مسئله اسلام شناسیه، چون اسلام به عنوان یک پدیده خطرناک برای بشر، شاید خطرناکترین مسئله واسه امنیت بین الملل امروز شناخته میشه. حالا من نمیگم چه مدل اسلام، و اگر مسلمان اینو نگاه میکنه کسی دیگه، ما داریم نگاه ابجکتیو میکنیم، اون چیزی که الان با من اسلام داریم میبینیم در بیرون هستش. بنابراین مسئله اسلام هم جزء مسائل امنیت بین الملل محسوب میشه. به همین جهت باید یک نگاه سیستماتیک داشته باشیم و برگردیم به تاریخ رو نگاه بکنیم. من میخوام اینم توضیح بدم. خب بسیار عالی، کاملا جدیده. بذارید من همه اینا رو پیوند بدم به حرف هایی که مخاطبان برنامه قبلمون هم گفتن و مثلا مطرح کردن. ما در طول برنامه قبل هم به این مسئله پرداختیم که تمدن اسلامی که شکل گرفته. خیلی از مخاطبان من این جمله رو داشتم از دو سه نفر که میگفتن این تمدن اسلامی نیست، تمدن عربی است. مگر ما تمدن مسیحی داریم؟ مگر ما تمدن یهودی داریم که حالا روبروی شکل تمدن اسلامی داشته باشیم؟ آیا اساسا در علم که شما دارید ازش صحبت میکنید، نه به اون روایتی که بخوایم حالا بشینیم پای کسانی که میشینن ساعت ها میتونن بشینن تو کتابخونه های شخصشون جلوی اسکایپ و برنامه های تلویزیونی پر کنن، مشخصا از علم صحبت میکنیم، آیا به راستی مذاهب میتوانستن زمین اساس تمدن باشن یا خیر؟ و اینکه ما میگیم تمدن اسلامی، حرف درست یا غلطی است؟ بله، اتفاقا این نکته جالبیه، من بهش اشاره میکنم و ازش رد میشم. وقتی که داریم علمی نگاه میکنیم به ماجرا، اسامی خیلی مهم نیستن. خب این مهمترین مسئله است. ما باید یه پدیده رو بشناسیم که چه اثری روی مردم، چه روابط بین مردم و وضعیت تا به امروز همون گذاشته. بنابراین اسمش رو حالا هر چیزی بذاریم. ولی اگر بخوایم یکم دقیق نگاه بکنیم، اتفاقا خیلی از اسکالرها، کسانی که روی این زمینه کار میکنن، بهش میگن تمدن عربی، ولی دقیق نیست، به خاطر اینکه بخشایش رو ایرانی هایی که اصلا عرب نبودن در به این تمدن کانتریبیوت کردن، سهم داشتن و سهم بسیار بزرگی داشتن. اقوام مختلف بودن، اصلا عرب اون موقع انقدر، هرچند که گفته میشه سیطره عرب بوده، ولی واقعا سیطره عرب هم نبوده. مثلا در ایران ما چقدر سیطره عرب داشتیم؟ سیطره عرب هم حتی به اون ترتیب نبوده، ولی عرب ها خیلی سهم داشتن. من اتفاقا به خصوص در بخشی که ما وارد اندلس و اسپانیا میشیم، به نظرم باید کلمه عرب رو به کار ببریم، عرب کلمه دقیقیه. اما از طرفی موتیویشن، یعنی انگیزه‌ای که این تمدن رو کنار هم قرار داده، آثاری که داریم میبینیم و اینها، چون جنبه‌های اسلامی داره، از یک سری آموزه‌های اسلامی اومده و این انگیزه که مردم رو کنار هم قرار داده، یک دین بوده که جدید وارد تاریخ شده، بنابراین کلمه اسلامی عربی به نظرم به کار بردن کلمه به نسبت درستی هستش. آقای جلالی فرانی عزیزی، که از انتقادات دیگری هم که به گفتمانی که در مورد جلالی تهرانی عزیزم، یکی از گفتمان انتقادات دیگری هم که به این گفتمان بود، این بود که ما دفعه قبل هم اشاره کردیم به این مسئله که از منظر علوم سیاسی داریم به این ماجرا نگاه میکنیم، گفتن اصلا شرایط زمان و مکان در 1400 سال پیش و سطح فکر بشر در اون زمان دایره این علوم رو در بر نمی گرفته. پس نگاه از این زاویه به اتفاقات گذشته نوعی مغلطه است. آیا شما این انتقاد رو به گفتمان خودتون وارد می دونین؟ نه، این حرفیه مقداری مغلطه است. ما در علوم سیاسی، در علوم شما می شناسید، در جامعه شناسی، همه ما بر می گریم تاریخ رو با
متدولوژی خودمون نگاه میکنیم، با روش شناسی خودمون نگاه میکنیم، مسئله استیت بیلدینگ رو نگاه میکنیم، مسئله تمدن سازی ها رو نگاه میکنیم. نه این حرف کاملا یه حرف بی ربطی هستش، قیافش یه ریزه علمیه ولی اصلا اینطور نیستش. این هر حوزه ای میتونه به پدیده های تاریخی نگاه. بسیار سپاسگزارم. من اینا رو مطرح میکنم به خاطر اینکه دوستانی که با موضع گیری برنامه قبلی رو دیدن و الان هم قطعا با موضع گیری رو به روی این برنامه نشستن، پاسخهای شما رو بگیرن قبل از ورود به اصل بحثمون که در حقیقت میتونه زمینه های درگیری بیشتر رو ایجاد کنه. نکته دیگری رو هم که برخی از دوستان بهش اشاره کردن این هست که شما در برنامه قبلی اشاره کردید به دوره های فراز و فرود تمدن در فلات ایران که هم عصر با حکومت خلفای اسلامی است، خلفای عباسی هم هستند اتفاقا، و گفتید در دوران اینها تمدن شکل گرفته، در حالی که بسیاری معتقدند اعراب تازی و بیابانگردی که به ایران حمله کردند چیزی از تمدن نداشتند که بخوان به ایرانی ها عرضه کنند. بعدها حضور معاونان، مشاوران، فرمانداران و مقامات عالی رتبه ایرانی تبار در دربار همین افراد هست که زمینه های رشد و توسعه رو فراهم میکنه. شما این رو قبول میکنید، قبول نمیکنید، نفی میکنید، چگونه است؟ یاد این حرف میفتم که خیلی از ما ایرانی ها هر اتفاقی در تمام دنیا میفته میگیم اینا مال ما بود، اول ما شروع کردیم، ما این کارو کردیم. اینم یک نگاه غیر علمی است، باید درست نگاه بکنیم. ما باید متواضع باشیم. اگر ما متمدن بودیم، اگر الان احساس میکنیم متمدن هستیم، اولی مسئله روانشناسیه. باید عین انسان با شعور متواضع تمدن‌های دیگر رو به رسمیت بشناسیم. نگیم ما بالاتر بودیم، اصلا اینطور نبوده. تمدن بحرالنهرین، تمدن مصر از ما بسیار بالاتر بوده. اصلا بالا پایین گذاشتن این حرفا، اینها یک نگاه‌های متعصب همون نگاه مذهبی اسلامیه. حالا چون اسلام از توش در اومده، آدم ها دنبال پناه میگردن، خودشون رو آویزون میکنن به ایران باستان. ما ایران باستانمون ارزش های زیادی داره. مشکل ما رابطه ای هستش که الان از جهت روانشناسی خودمون با این تمدن برقرار میکنیم و روایت های ناقص غلط ازش میدیم. نکته ای هم که اینجا وجود داره اینه که تمام افرادی که این حرف رو میزنن، اینو من محکم میگم، اینها تاریخ ایران رو خوندن ولی به زبان فارسی. اینها یک کتاب در مورد تاریخ ایران و تاریخ تمدن اسلامی در توی 1400 سال گذشته یا حتی قبل از اون به زبان انگلیسی نخوندن، از منابع بیرون چیزی رو نخوندن. ما باید از منابع بیرون هم نگاه بکنیم، ببینیم که در آکادمیا نسبت به این حدود مثلا 1500 سال اخیر چه منابعی وجود داره و ماجرا رو چه شکلی نگاه کردن. مثلا بخشی از این تمدن اسلامی اصلا به تاریخ مراکش و اندلس و همون از معاویه و اینا ربط پیدا میکنه، اصلا ربطی به ایران نداره، اصلا توش ایرانی ها نبودن، دیوان سالیاری ایرانی ها نبوده. بخشی که اومدن به ایران، بله ایرانی ها کانتریبیوت کردن، عرب ها رو بهشون رشد دادن، عرب ها چیزی نداشتن در اون زمان و یک جور استیت بیلدینگ شکل گرفته در ایران، ولی در مثلا اندلس هم یا در مراکش هم الزاماً ایرانی ها بودن. البته آقای شجاع الدین شفا در این زمینه داره که ارتباطاتی ما داشتیم در اندلس، اینجا هم رفتیم، کتاب هایی بوده، ولی باز منابع آقای شفا نسبت به منابعی که امروز در آمده، ایشون 40 سال پیش مطالعه کرده، منابعی که امروز در آمده، باستانشناسی هایی که الان شده بر مبنای جدول ژنوم، کار دی ان ای که دی ان ای تراکینگی که شده، چیزهایی که داره همینطور به علم اضافه میشه، ما منابع بیشتری داریم. و اتفاقا این نگاه یک رویکرد از بیرون از زبان فارسی است. بنابراین من این خواهش رو میکنم که به صورتم وارد مسئله بشیم، کسانی که در مورد دین اسلام، تاریخ اسلام خوندن، آقای شجاع الدین شفا خوندن، زرینکوب خوندن، اینا رو خوندن، یک مقداری بذارن ذهنشون رو کنار، یه حرف جدید هم بشنون، تعصبات مذهبی رو که فقط شکل مذهبی نداره رو از ذهنشون دور بکنن، تا چیزهای جدیدی رو هم حاضر باشن که فرا بگیرن و بتونیم در مورد یعنی نقاط دیگری رو هم بهش چراغ قوه بندازیم. خب آخرین انتقاد رو هم که به شما وارد شده مطرح کنم، این انتقادات رو مطرح کردم، حالا سوالات رو به مرور مطرح میکنم. گفتن شما به دلیل اینکه البته فردی که شما رو گفته که یعنی خطاب به شما گفته ایشان فردی نیک نفس هستند، اما از آنجایی که بیشتر پیگیرهای ایشون، فالوورهای ایشون از اقوام ترک و کرد و عرب هستند و میخواهند طوری سخن برانند که آنها را نرنجانند، یعنی ربط دادن این دفاع شما از موضوعیت
احترام به آیین تمدن اسلامی و اعراب در منطقه رو به این رواداری که امروز ما بهش نیاز هم داریم. ایشون شما هم فردی نیک‌نفس دانستن که کوشیدید اقوام سایر اقوام غیر فارسی زبان ساکن در فلات ایران را همچنان در دوستی و برابری نگر دارید. خیلی هم کار پسندیده ایه، ولی گفتن اون چی که شما میگید به این دلیل داره، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، توی همین گفتمان گنجیده. اینطوریه واقعا قضیه؟ این حرف قشنگیه. یعنی شخصی که این سوال رو مطرح کرده به نظر من یک متدولوژی ذهنی توش داشته، بنابراین پاسخ خوبی هم لازم داره. من باید به این دوست عزیز اولا احترام بگذارم که به هر حال به این نکته اینجوری نگاه میکنم و این ابهام رو من برطرف میکنم. نه ببینید، من در دوره ای از عمرم، اولا خیلی خوشحال شدم که ما زمانی داریم صحبت میکنیم که دانشگاه UCLA بخش ایران شناسیش ساختمانی رو به نام ابراهیم پورداوود کرده. ابراهیم پورداوود یکی از کسانی بوده که به شدت روی افکار من اثر گذاشته و بسیار برای این آدم به عنوان یکی از سرمایه های ایران احترام قائل هستم. کسی که اوستا رو ترجمه کرده و کارهای بزرگی کرده. اتفاقا شخص ابراهیم پورداوود هم به مسئله اقوام، حالا اسمشو ملیت بذاریم اقوام بذاریم، و اینکه چه شکلی با هم همزیستی داشتن بدون برتری هیچ قوم دیگری بر دیگری و حتی بدون برتری زبانی، بدون برتری فرهنگی، تمام اینها در زمان ایران باستان بوده، خیلی تاکید داشته. بعد از اون من در یه دوره‌های حتی به پارسی سرنویسی و اینها هم پیش آمدم. مثلا واسه خودم شروع کرده بودم بسم الله الرحمن الرحیم رو، خب به هر حال هنوز اون موقع اعتقاد داشتم، کرده بودم به نام آن سزاوار ستایش و شایان نیایش. بعد مقاله می نوشتم یک دونه مثلا کلمه عربی توش نبود. بعد این دوره ها گذشت، یواش یواش یاد گرفتم، یواش یواش فهمیدم که در کجا زندگی می کنم. الان اگر می بینید، یعنی کسانی می بینن که من با مسئله ملیت ها، اقوام، هر چه اسمش رو بزنم، گفتم من خودم درگیر اسم نمی کنم و کسانی رو که درگیر اسم می کنن رو هم خودشون رو مسئله اسم براشون خیلی مهمه رو خیلی هم محترم نمی شمارم برای دوستی باهاشون، به خاطر اینکه مسائل ما پیچیده تر از دوتا اسم که حالا یکی ملت نذاره یکی ملیت بذاره یکی از این چیزا، مسائل خیلی جدی تره. ما داریم با وارد جنگ داخلی میشیم. بنابراین من روی کردم به مسئله اقوام، روی کرد کاملا بر مبنای امنیت ملی، کاملا علمی دارم نگاه میکنم، میدونم که ما داریم وارد جنگ داخلی میشیم، میخوام به سهم خودم جلوشو بگیرم، میخوام به سهم خودم ایران موزاییکی رو دوباره بازآفرینی کنیم و میخوام این جهنمی که داره میبره ایران رو نابود میکنه رو به سهم خودم سعی کنم که من هم به عنوان یک آدم در مقابل هزاران جلوگیری بکنم از کارهایی که بلدم. به همین جهت وارد مسئله اقوام شدم. ولی این چیزهایی که دارم میگم همش علمیه و هیچ کدوم هیچ گونه تندنسی یا گرایش یا بایس به مسئله اقوام اینها نداره. بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که یاد کردن از نام استاد ابراهیم پورداوود و اینکه خانواده او در همین شهر لس آنجلس و بازماندگان او این کار رو کردن رو شما اشاره کرد، بسیار کار ارزشمندی بوده که میدونم در حال حاضرم آقای دکتر رحیم شایگان مدیر این مرکز هستن در دانشگاه UCLA. امیدوارم که بتونم از ایشون هم دعوت کنم در برنامه به اتفاق خود شما به مسائلی از این دست بپردازیم. اما بریم سر اصل قضیه. حرف از اینجا شروع شد که شما گفتید عرب ها کتاب سوزی در ایران راه انداختند، گفتید که فاتحان عرب ایران کتابخانه آتش نزدند. این با چیزی که خود من مهدی آقا زمانی به عنوان آدمی که به مطالعه نگم اهل مطالعه هم به مطالعه علاقه مندم، چهار تا کتاب خوندم، غیر این رو همواره شنیدم یا تصور میکردم. ذهنیت غالب اینه که عرب آمدن همه جا رو آتش زدن و بردن. خب شما میگید این کارو نکردن، چرا میگید اعراب کتابخانه های ایرانی را آتش نزدن؟ بله ببینید، من نمیگم که آتش نزدن، من میگم که باید بهش تردید کرد به خاطر یک نشانه، و اون همین هستش که ما بیایم از منظر بیرون از ایران ببینیم که رفتار اعراب چگونه بوده. ما زمانی که معاویه ابن ابو سفیان رو میبینیم، مثلا میریم دمشق، خب حواسمون باشه یه نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره. زمانی که پیامبر اسلام فوت میکنه، ما اولا ما زمان پیامبر اسلام تو به حکومت نداریم، یعنی اون که میگن تو مدینه حکومت اصلا از منظر علم سیاسی بی‌معناست، چون خزانه داری نداریم، قوه قضاییه نداریم،
پیامبر گفته که هر کدوم از قبیله ها خودشون بر مبنای کار خودشون عمل بکنن. به هر حال اصلا اون 10 سال اونقدر پریمیتیوه، یعنی اونقدر ابتداییه که مفهوم حکومت رو به هیچ عنوان پیدا نمیکنه. مفهوم حکومت از زمان خلفا شروع میشه و زمان عمر و عثمان به طور مشخص، زمان علی هم که ما دچار جنگ داخلی هستیم، یعنی شبه جزیره دچار جنگ داخلی هستش نه ما. بعد و اما معاویه به سمت امپراتوری بیزانتین بیزانس میره و اونجا اصلا یک دنیای دیگه است. همونطور که اون دفعه گفتم شام اونجا اون دوره عین نیویورک امروزه، یعنی تمام تمدن، بالاترین تمدن بشری در شرق مدیترانه است، در شمال مدیترانه و شرق مدیترانه که امپراتوری روم شرقی رو ما داریم در اونجا میبینیم. بعد و معاویه وارد چنین تمدنی میشه. آیا ما هیچ جا میشنویم در تاریخ، گفتم به زبان فارسی نگاه نکنید، از منابع بیرون استفاده بکنید، که وقتی عرب ها حمله میکنن به امپراتوری روم شرقی، روم بیزانس، آیا شهرها رو میگیرن، شهرها رو میسوزونن؟ ما یه همچین چیز نمیبینیم. آیا آثار تمدنی رو نابود میکنن؟ ما یه همچین چیز رو نمیبینیم، همین الان نمیبینیم. مثلا مسجد اموی که محل اصلی معاویه بوده و مسجدش بوده، شما اگر برید اونجا میبینید آثار باستانی روم باستان، یعنی معبد جوپیتر بوده اول، اونا هست، ستونها، اون سرخزا علامتش هستش هست. بعد میبینید بعدش آثار باستانی روم بیزانتین مسیحی باز هست، روی اون اومدن یه سری کاشیکاری کردن که دقیقا خواستن حتی شباهتش رو هم حفظ بکنه، بالاش هم بدون هلال گذاشتن، بنابراین تخریب نکردن. بعد شما بیایید ایا صوفی رو نگاه بکنید در استانبول که تقریبا اولین کلیسا محسوب میشده، باز اون معبد بوده، احتمالاً معبد جوپیتر بوده، چون جوپیتر 2-3 تا معبد داشته، در یکیش در استانبول بوده، یکیش در شام بوده، در هر شهر بزرگی جوپیتر یک معبدی داشته، یا مثلا الپو در سیده معبد داشته، هر کدوم از الهه های رومی، درسته، ولی به هر حال و خدایان در واقع. شما در ایا صوفی هم میبینید که هیچ کدوم از اینا نابود نشده، دقیقا ستونها سرخسا هستش، بعد که مسیحیت اومده عکس مریم و عیسی هستش، اولین نگار، یعنی این روال تکرار شده. حالا این چه ربطی پیدا میکنه به رواداری که شما بهش اشاره میکنید در قالب این سمت مرزهای شرقی؟ من در مورد رواداری حرف نمیزنم. ببینید من دارم میگم که آیا ما در رفتار عرب که آمده حمله کرده، میگیم حمله عرب دیگه، هم یه طرف به شرق به امپراتوری ایران حمله کرده، امپراتوری ساسانی حمله کرده، هم یه طرف به غرب به امپراتوری بیزانتین حمله کرده، ما در امپراتوری بیزانتین چنین حرکتهایی رو نمیبینیم از عرب ها که شهر رو به زور گرفته باشن. حتی وقتی به اندلس میرن، دوک شهر بلند میشه میاد به پیشوازشون و اصلا اینا سرباز نداشتن. بعد چرا در ابتدای هم سرباز داشتن، بعدش بعد از یه مدتی اصلا سرباز هم میذارن کنار، به همین دلیل هم در اندلس سقوط میکنن، چون مزدور میآوردن. بعد میبینیم که کتابخونه نمیسوزونن. مهمترین بخشش، مهمترین نقطه تاریخیش، زمانی که دارن حرکت میکنن، در عرض 10 سال اینا میتونن هزاران کیلومتر حرکت بکنن و امپراتوری رو گسترش بدن که تا به اندلس برسن، یعنی تمام شمال آفریقا رو، جنوب مدیترانه رو میرن. یکی از مهمترین جاهایی که قرار میگیرن و ما ازش مدرک داریم، سند داریم، اسکندریه است. اسکندریه توسط کسانی که فیلم اگورا رو دیدن میدونن، اسکندریه توسط زلت‌های مسیحی نابود شده بوده. زنی که اونجا به عنوان استولاب اصلا به وجود میاره، ستاره شناسی رو به وجود میاره، به خاطر اینکه سکس‌های متعدد داشته، یعنی روابط متعدد داشته، زن یک نفر نبوده، بعد در دانشمند بوده، بعد ستاره شناس بوده. خب زلت‌های مسیحی او رو به عنوان یک دادوگر اعدامش میکنن. ولی وقتی عرب ها میرسن به همون بخشی از کتابخونه که نابود نشده دسترسی پیدا میکنن، خب اینها تو تاریخ هستش، انقدر هیجان زده میشن از این اطلاعات که چیز بزرگی رو انجام میدن که تا به حال در تاریخ بشر وجود نداشته. عرب ها واسه اولین بار انجام میدن و اون به نام ترنسلیشن موومنت شناخته میشه، جنبش ترجمه. شروع میکنن آثار افلاطون و فیلسوفان یونانی که اونجا بوده و اثری ازش بوده و اسکندر گذاشته بوده اونجا، از زمان اسکندر بوده، رو
شروع میکنن به سرعت ترجمه کردن، با این علوم آشنا میشن و بعد زمانی که این علوم رو دست به دست میکنن، یعنی زمانی که شکست میخورن در اندلس و این علوم در اختیار اروپایی ها قرار میگیره، ترجمه های آثار فیلسوفان یونان واقعا 5% آثاری نبوده که خودشون هم تولید میکنن. ببینید من دو قسمت رو بکنم، در واقع با این مدلی که من توضیح دادم، اسلام از شبه جزیره عرب که همین حضرت علی و اینها بودن و ناب و خلفا 4 تا خلیفه، در واقع اسلام میره بیرون، یک بخشش میره به سمت، یک بال پیدا میکنه به سمت غرب که معاویه و اینها میسازن، تمدن سازی میکنن بر مبنای روم بیزانتین، یک بخشش هم میاد به شرق به سمت ایران و ما در قرن ده میلادی، یعنی حدود 300 سال بعد از اسلام، بالاترین شکوفایی تمدنی ایرانی رو میبینیم. ببینید ما زمان کوروش رو و زمان ایران باستان و به خصوص هخامنشی ها رو به عنوان یک تمدن بزرگ میشناسیم و بهش افتخار میکنیم، درش تردیدی نیست، اما به هر دلیلی که بوده ما جز کوروش کسی دیگر نمیشناسیم، در حالی که در همون زمان یک تمدن کوچکی در آتن وجود داره که همین الان هر کسی میتونه، یک کسی مطالعه کرده باشه میتونه حداقل 10-15 نفر آدم نام ببره، 2 تا جنرال نام ببره، 2 تا تاریخدان نام ببره، 5 تا فیلسوف نام ببره، شاعر نام ببره، کسانی وجود داشتن که اصطلاحاً کانتریبیوت کردن، سهم داشتن در تمدن یونانی، کتاب وجود داره. برای ما از زمان کوروش هیچی وجود نداره، انگار که فقط یک کوروش بوده و یک فلات قاره ایران و یک امپراتوری. و آیا آدم های بزرگ، دانشمند های بزرگ داشتیم؟ نداشتیم، حتما داشتیم، خبر نداریم الان. و دلیلی هم که خبر نداریم این نیستش که عربا سوزوندن و اینها، این زیر شک، دلیلش کمکاری امروز ماست، دلیلش جمهوری اسلامیه. الان در ترکیه بعد از همین در واقع تنظیم جدول ژنوم، آثار یعنی کاوش‌های باستانشناسی بزرگ دارن انجام میدن که واسه تازه 9000 سال پیش، نه 2500 سال پیش، که مردم چجوری زندگی میکردن، زباله‌هاشون رو چجوری دفن میکردن، مرض‌هاشون رو چیکار میکردن، روابط اجتماعیشون با هم چیه. مثلا الان ما در 500 سال هخامنشی بپرسیم که آقا مردم مرضشون رو، مثلا به مرض‌های اپیدمیکشون رو چیکار میکردن، چه مدل غذایی میخوردن، چه شکلی با هم روابط داشتن، زناشویی چه شکلی بوده، معابدشون چه شکلی بوده، اینها خیلی اطلاعات محدودی داریم و ناموثق. ما نیاز به باستانشناسی داریم چون زیر خاک ایران گنجینه‌ای بزرگه. تا زمانی که تازه هوموسپین ها از آفریقا اومدن بیرون، یعنی صحبت از 2500 سال پیش هم نیست، صحبت از 50-60 هزار سال، ما اینجا رد پای بشر رو زیر خاکمون داریم و هیچ اطلاعی ازش نداریم. امیدوارم که این اتفاق بیفته، حرکت های باستانشناسی شروع بشه وقتی که این رژیم آخوندی از بین بره. آمین. حالا متاسفانه سیاست همه چیز به هر میرزه. من یه توضیح خیلی کوچیک داخل پرانتز بدم، اونچه که شما اشاره کردید در مقایسه دوران امپراتوری هخامنشی و دوران امپراتوری یونانی ها، فراموش نکنید که دو فرهنگ و جهانبینی کاملا متفاوت در این دو گستره تمدنساز موجود بوده، یکی در ایران که خدای خیر و شر همواره در مقابل هم قرار می گرفتن و همواره نگاه منجیگرایانه بوده، نگاهی که بعدها در بسیاری از تمدن‌های دیگر برآمده از همین منطقه بین‌النهرین و حتی قبل‌تر در تمدن‌های پیش از هخامنشیان در همین حوزه، یعنی حوزه‌ای که از تمدن بین‌النهرینی بهره می‌بره و تمدن فلات ایران هست، معنا پیدا می‌کنه. در مقابل در تمدن آتنی و تمدنی که بعدها به تمدن یونانی رومی شهرت پیدا می‌کنه، ما فرهنگ چند خدایی رو می‌بینیم و مشارکت خدایان در ساختن جهان و مشارکت الهه‌ها در آبادانی و اداره کشور. طبیعی است که فرهنگ این سمت که فرهنگ خیر و شر در مقابل هم هست، همواره اون رأس قدرت، اون نگاه بالا، اون اصل رأس هرم رو نگاه می‌کنه که طبیعتاً در دوران هخامنشیان پادشاهی مانند کوروش، پس از او کمبوجیا یا کامبوزیا، داریوش و دیگران بوده و طبیعتاً نام دیگرانی که در کنار او قرار می‌گیرند نیست. و بعدها در دوره‌های بعد هم می‌بینیم که همین اتفاق تکرار شده، حتی در دوره‌های متأخرتری که به ما هم نزدیک‌تر است. اما آقای من اجازه بدید در همین قسمت یه چیزی رو اشاره بکنم، چون نکته بسیار بسیار مهمی بهش اشاره کردید آقای آقا زمانی.
ببینید ما چیزی که در مسئله دین شناسی داریم، دین شناسی و تمدن شناسی، تا زمانی که ما دین های چند خدایی داریم، یعنی پولیتیستیک ریلیجن ها هستن، بشر کنار هم داره با آسودگی زندگی میکنه، هیچ تضادی نداره، اصلا جنگ دینی به وجود نمیاد. پنتیان ها یا جاهایی که در واقع ساختمان هایی که انواع خداها توش بودن، خب این خداها با اعتقادات مختلف بودن، با هم دیگه تضاد داشتن، اما کنار هم همه میمدن خداهاشون رو میذاشتن تو پنتیان. پنتیان روم که هنوز هستش، بعدن البته کلیسا شد، میشه رفت دید قدیمیه، کعبه هم یک پنتیان بوده، خداهای مختلف در کنار هم در همجواری زندگی میکردن، مردم با اعتقادات مختلف در همجواری زندگی میکردن. این ادیان ابراهیمی بودن که مسئله شر رو خیر رو به حق و باطل رو به وجود آوردن، دنیا سیاسفید شد، به هر چیزی غیر از خودشون رو باطل نامیدن که جنگ ها شروع شد. بنابراین سه تا دین ابراهیمی این حالت رو ایجاد کردن. زرتشتیگری، دین زرتشت هم البته حق و باطل داشت، ولی بعید میدونم وارد جنگ ها شده بود، هنوز خیلی پریمیتیو بودش. و من در مورد دین زرتشت انقدر اطلاعات تمدن شناسی یا از دید علوم سیاسی ندارم که بخوام اظهار نظری. بسیار سپاسگزارم. یک دکتر هم باز اضافه کنم که بخش عمده ای از هخامنشی زدایی در تاریخ ایران برمیگرده به دوران ساسانی. ساسانیان به دلیل آیین و باور زرتشتی به مهرکیشانی که پیش از اونها حکومت کردن، خصوصا پارسیان مهرکیش، چندان روی خوش نشون نمیدن و بخش عمده ای از زدودن هخامنشیان از تاریخ ماحصل فعالیت های خود دوران طولانی حکومت، البته خود حکومت ساسانیان حکومت پر افتخار است، ولی باید اینو در نظر گرفت که یکی از رویکردهاشون به صورت سیستماتیک حذف نمادهای از این دست. اما آقای جلالی، برگردیم به بحث اصلی خودمون. توی همین رهگذار وقتی این دو بال رو با هم مقایسه میکنیم، ما از بسیاری از دانشمند، چون این نهضت ترجمه، نهضت علم آفرینی، اشاره میکنید که ترجمه ها 5% مجموعه آثاری که تولید شده در اسکندریه و در بال در حقیقت غربی امپراتوری عرب در این دوره خاص زمانی در قریب به 1000 سال پیش، 1200 سال پیش، 1100 سال پیش، 5% مون، 95% کی تولید کرده؟ ما دو تا اسم، یه ابن عربی و نمیدونم یکی دو نفر ما بیشتر نمیشناسیم که دانشمندانی باشن که اون سمت. آیا اسمایی دارید شما ما بدید؟ آیا واقعا دانشمندانی وجود دارن ما نمیشناسیم؟ و اگر نمیشناسیم چرا این اسامی به این سمت منتقل نشده؟ بله، ببینید، من اتفاقا یه چیزی که برای بینندگان تلویزیون راحت باشه، یک روی بی بی سی در این زمینه داکیومنتری هایی داره و یکی از داکیومنتری های بی بی سی که خیلی خوب هستش، When the Moors Rule Europe، این هستش که روی یوتیوب میتونن ببینن و اونجا اسامی رو بیان میشه تو موزه های، اگر رفته باشن به اسپانیا، رفته باشن به کوردوبا، در موزه اونجا دیدن وسایل جراحی، مثلا یکی از وسایلی که برای من خیلی شگفت انگیز بود وسیله جراحیه که، چون وسیله جراحی ساختن هم نشان دهنده میزان تکنولوژی، آشنایی با تکنولوژی صنعتگری هستش، هم استفاده جراحی، مثلا جراحی چشم اونجا وجود داشته، کما اینکه ابوعلی سینا هم داشته، یعنی دو طرف بوده. خب آقای جلالی، همینجا میخوام یه اعتراض به شما بکنم، این جزء اون اعتراضاتی است که به طور جدی بعداً به من و شما خواهد شد در مورد همین برنامه. بسیاری از همین وسایلی که شما بهش اشاره میکنید امروز در موزه های اسپانیا نگه داشته میشه بر اساس روایت کتب درسی که قبل انقلاب و بعد انقلاب در ایران تدریس شده به عنوان وسایل شکنجه صلیبیون برای دوره تفتیش شهد عقاید ازش یاد میشه. دقیقا همین وسایل، مثل همون انباری که برای بیرون کشیدن جسد نوزاد مرده از رحم مادر مورد استفاده قرار میگرفته. دقیقا درست میگید. اتفاقا این نشون میده که، ببینید، زمانی که اسپانیایی ها فرناندو و ایزابلا آمدن و فتح کردن بخش اندلس و مسلمان ها رو بیرون کردن، اینها چند تا کار کردن. توجه کنید، اولا موضوع انکیزیسیون و جادوگر سوزو، این که ما داریم در اروپا میبینیم، این ربطی به کل داستان کلیسا و قرون وسطا نداره. این از زمان فرناندو و ایزابلا شروع میشه در اسپانیا که مسیحی های بسیار تندرو بودن و دقیقا میخواستن یهودی ها و مسلمان ها نتونن در اونجا زندگی بکنن، بنابراین محیط رو کاملا یک دست بکنن. انکیزیسیون اونجا شکل گرفته. اینها رو بعدن آمدن یک سری آثار از بین بردن
در همین مطالعات اخیری که شده یک خانومی که فکر میکنم یک دوشس در واقع اسپانیایی هستش که الان در سن 80 خورده سالگیش هستش، هنوز زنده است فکر میکنم، این یک دفعه میاد میبینه در چند نسل قبل از خودش، مثلا فرض کنید که 10 نسل قبل از خودش همه شاهزاده بودن و این خب میشناسه، بعد یک دفعه بریده میشه. خب این پدر اون کی بوده؟ یا آدم رعیت عادی بوده؟ بعد یک دفعه پسر شاهزاده میشه. دنبال میکنه و میبینه اینجا یه موضوع هستش، میره در کتابخونه ها دنبال میکنه، نسخه خطی دنبال میکنه، به خاطر اینکه ثروتمند بوده و متنفس دسترسی پیدا میکنه، میبینه که اصلا در دوران اسپانیا در اون زمان با عمد سعی کردن آثار مسلمان ها رو به طور کلی از بین ببرن، ولی این آثار به دست گالیله میرسه، بخشش از ایران اومده. بگم این تمدن با هم ارتباط داره، یعنی که من نمیتونم بگم که مثلا ابو علی سینا روی اندلس اثر نداشته، داشته، اصلا این تمام این ارتباط با هم بوده، دوتا بال با هم از نیشابور تا اندلس و پهنه گسترده‌ای هم هستش، ولی اونجا خودشون عربای بومی داشتن. ما فقط ابن تیمیه، باز میخوام ابن میمون یهودی رو میشناسیم که باز نشون دهنده رواداری مسلمون هاست در اونجا، که او به عنوان یک فیلسوف میتونه حرفای خودش رو بزنه، و ابن عربی رو میشناسیم، ولی اونجا ما جراحی پزشکی داشتیم، اخترشناس داشتیم، تمام اینها کتب خودشون بودن، کتب ابو ریحان اینا اومده بوده اونجا و این ارتباط به طور مشخص بوده. به هر حال یک نکته یا برگردم به مسئله ایران و بخشی که ما با عنوان ایران الان میشناسیم در مورد صحبت کنم، اینه که چرا این دوران رو حداقل میدونیم، ضمن اینکه در مورد کوروش اینها میدونیم تمدن بزرگی وجود داره ولی هنوز برای ما ناشناخته است و باید بپذیریم ناشناخته است، یعنی به آثاری که تا حالا خوندیم واقعا شاید 1% چیز رو نشون نده، تازه خیلی هم ممکنه که غلط پلوت توش داشته باشه. ما از تمدن یعنی کانتریبیوشن علمیمون به جهان، اینکه آدم‌های اول جهان رو داشته باشیم، ماکس پلانک جهان رو داشته باشیم، انیشتین جهان رو داشته باشیم، نیوتن جهان رو داشته باشیم، همه اینها در یک زمانی اتفاق میفته، در قرن 10 میلادی، اصلا سال 1000 همشون اون زمان بودن، حالا با 20 سال 30 سال قبلش مثلا فاصله. خوارزمی، فارابی، ابو ریحان، ابو علی سینا، رازی، راوندی 140 جلد کتاب یا مقاله و جزوه در رد وجود خدا نوشته، یعنی بخشش در رد وجود خدا بوده. انقدر زمان عباسیاس دیگه، انقدر اینجا رواداری وجود داشته که اینها راحت میتونستن آثارشون رو بنویسن. از ابو علی سینا و ابو ریحان اینها برای اولین بار در مکاتباتشون، یکیشون 21 سالش بوده، اون یکی 28 سالش، اولین بار شروع میکنن علم رو کاتگورایز، دپارتمانالایز کردن، یعنی میگن که خب این چیزی که داری میگی فیزیکه، این چیزی که داری میگی شیمی، حالا من اسمای امروزش رو دارم میگم، این یکی داری میگی اخترشناسی، این ریاضیاته. ما یه همچین کانتریبیوشن بزرگی به بشریت و علم بشریت داشتیم، مشعل اون. درسته آقای جلالی، این یه جمله به من اجازه بدید. ما وقتی صحبت از تمدن میکنیم فقط این نیستش که ایران مثلا بزرگ بوده یا مثلا استراتژی نظامی و لشکر و اینها، ما در مورد مشعل تمدن صحبت میکنیم که چی به بشر اضافه کردیم. درسته. در این زمینه ما در قرن 10 زمان ابو علی سینا اینها بیشترین زمانی بوده که اضافه کردیم، و اتفاقا مشکلی هم با عرب نداشتیم، اصلا به زبان عربی هم می‌نوشتیم و نه به زور، و نه به زور، به زور نبوده. خب همین میخوام خواهش کنم آقای جلالی، ما 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، بعضی از این صحبتایی که الان بکنیم جز اینکه مایه جدل مجدد بشه چون وقت نمی کنیم بازشون کنیم چیز نداره، همینجا از شما خواهش کنم ادامه این بحث رو هفته آینده دنبال کنیم. ما رسیدیم به این که این زمینه ای که فراهم شده، این رواداری که شما معتقدید از شام و از ماویه آغاز شده و بعد در دوره عباسی استمرار پیدا کرده و اون ترجمه هایی که انجام شده، تولید علمی که در قلب و شرق انجام شده و این اتفاقاتی که افتاده، زمینه یک تحول بزرگ رو در جامعه تمدنی که در اون زمان در فلات ایران، در گستره فلات ایران حاکم هست و ایجاد شده فراهم کرده. تا اینجا را اگه با هم توافق داریم، اجازه میخوام که این بحث رو اینجا ما ببندیم و بتونیم در هفته آینده این بحث رو واقعا از همین دوره سال 1000 میلادی شروع کنیم و به طور جدی بیایم جلو و ببینیم که چه اتفاقی در این دوران میفته. بسیار خب، من فقط در 2-3 جمله استدلال میکنم، فرم میدم بهش، یعنی چارچوب میدم، اینه که ما در حدود 500 سال اول اسلام
شکوفایی میبینیم به خاطر اینکه اتفاقا شریعت، فقه، شریعت مداران حاکم نیستن. خب نه حتی در بغداد اصلا کاری دارن، اونجا هم صلحه و نه در جاهای دیگه، مردم میتونن رشد بکنن. از زمان قرن 12 میلادی که امام محمد غزالی میاد در صحنه تاریخ، ما دیگه دانشمند نداریم، وقت شاعر داریم، رومیو داریم، یعنی مولانا رو داریم، حافظ رو داریم، اینها رو به عنوان منبع حکمت الان داریم. چرا از اینا استفاده میکنیم؟ چون دانشمند نداشتیم و در ضمن عربی نمیدونیم، وگرنه مثلا ابو علی سینا رو میخوندیم منابع حکمت خیلی بیشتری داشت، یا ابو ریحان رو میخوندیم که منابع حکمت بیشتری داشتش. دلیل مشکل اسلام زمانی هستش که شریعت حاکم میشه، اسلام سیاسی میشه. بسیار سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین‌الملل، که در این برنامه همراه من بودید. البته با نگاهی ویژه به تاریخ و پیشینه تمدن ایران در طول 1400-500 سال گذشته. از شما خوبانم سپاسگزارم که این برنامه رو مشاهده کردید. خواهش میکنم انتقاداتی که به این برنامه دارید از طریق فیسبوک به اطلاع من یا آقای جلالی تهرانی برسونید، یا اینکه از طریق همین برنامه و یا تلفن‌های رسمی تلویزیون اندیشه یا شبکه‌های ارتباطی رسانه افق ایران به ما اطلاع بدید که این بحث رو بتونیم با همفکری و همراهی شما بیشتر باز کنیم. امیدوارم در آتیه نزدیک و پس از تکمیل این سلسله مباحث زمینه گفتمان مناظره بین شما و مهمان برنامه را هم در این برنامه فراهم کنیم. وقت خوش، خدا نگهدار.